قسمت 72. مورال ساکت و بی تفاوت بود و در چهره خود احساسات قلبش را ظاهر نمی ساخت. در آن لحظه هیچ کس به درستی نمی توانست حدس بزند که نظر او چیست و در صورت موافقت پدر چه عکس العملی نشان خواهد داد. با وجود اینکه حاج صمد آرزویی به غیر از این نداشت که آیدین دامادش شود، بعد از آن رفتار سرد و توهین آمیز عشرت به این سادگی ها خیال کوتاه آمدن را نداشت. او زیرکتر از آن بود که گول زبان چرب و نرم خواهر را که از کودکی زیر و بم احساسش را می شناخت بخورد و باور کند که خواستش همان است که وانمود می کند. مورال نیازی نداشت که به بازجویی احساس خود بپردازد، چون با همان سؤال اول بدون هیچ تلاشی جواب آن حاضر بود. احساسی که یک بار او را فریب داده بود، اکنون دیگر قصد فریبش را نداشت. این بار که دستمال تیره عشق به روی چشمانش بسته نشده بود، با چشم باز می توانست انتخاب کند. لعیو از رفتن بر سفره کوچکی که برای بچه ها انداخته بودند خودداری کرد و در کنار آیدین نشست. آیدین باز هم میلی به خوردن غذا نداشت و نگاه موشکافش در خصوص چهره مارال به دنبال یافتن اثری از احساسش و پاسخ سوال مادر میگشت. نگاه لعیا به بشقاب دست نخورده غذای او دوخته شد و پرسید: بازم گشنت نیست عمو جون؟ عشرت که هیچ وقت به قلب خود این اجازه را نداده بود که مهر این دختر را در خود جای دهد، با محبتی تصنعی گفت: مگه مامان تو اشتهایی براش باقی گذاشته؟ اگه فقط یه بله بگه و زنش بشه، مطمئن باش بشقاب غذا رو خالی میکنه. لعیا گفت: من خودم زنت میشم عمو جون، خوبه؟ محبت لعیا برای جای گرفتن در قلب آیدین آن را دچار سردرگمی ساخته بود. او را روی زانوی خود نشاند و گفت: تو دختر خودمی، دختر خوشگل خودم. مارال سر بلند کرد و به پسر عمه‌اش خیره شد. نگاه آیدین چون همیشه سرشار از محبت و نوازشگر بود و از هر سخن و کلامی گویاتر احساس درونی را آشکار می ساخت. یقین داشت که او برای وادار کردن مادرش به اجرای این نقش ناچار به ایفای بزرگترین نقش زندگیش شده. کاش به جای اینکه از شکست تجربه بیاموزد، از زندگی تجربه آموخته بود. دل خون شدهش در میان آرزوها شناور بود و امواج پرتلاطم ترس و هراس از آینده‌ای که بی‌شباهت به گذشته نبود دلش را با خود به پیش میراند و بهانه اجازه توقف در مقابل آن خواسته ها را نمیداد. شاید نسیم نگاه مردی که با محبت چهرهش را نوازش می داد، چون نسیم نگاه همان جوانی که در کوپه قطار زنجان به تهران عطر گل محبت را به مشامش رسانده بود، به آن باد مخالفی که ابتدا با نسیم ملایم پر نوازش است و سپس با طوفان سهمگین ریشه درختان را از جا می کند، در گذر لحظه های زندگی چون طوفانی همه هستیش را برباد بدهد. اکنون که آیدین به قولش عمل کرده و عشرت را به التماس واداشته بود، این امید را داشت که مارال نیز دست از سماجت بردارد و به خواستش پاسخ مثبت دهد. در موقع صرف شام همه حاضران در سکوت به سر می بردند و تنها صدای به هم خوردن قاشق و چنگال ها با بشقاب بود که به گوش می رسید. همین که عشرت آخرین لقمه را در دهان نهاد و بشقابش خالی شد، طاقت نیاورد و گفت: دستت درد نکنه زن داداش، خیلی خوشمزه بود. سپس رو به برادر کرد و گفت: تو خودت همیشه می گفتی که آیدین برای تو فرقی با طغرل نداره، پس چرا نمی خوای دست بالا کنی و برای این پسرت هم زن بگیری؟ حاج صمد بشقاب خالی غذا را کنار زد و گفت: البته که مثل پسر خودمه و براش زن میگیرم، اما نه دختر خودمو. این یکی رو از من نخوا، یعنی وقتی تا دیروز اون رو نخواستی چه دلیلی داره که امروز بخوای؟
یونس رو به صمد کرد و گفت راضی نشو که این پسر آواره دیار غربت بشه. اگه خواهرت خطا کرده گناه اونو به پای خودش بنویس، نه به پای آیدین که دلش صاف و پر از محبته. اجازه بده شاید انگشتر دست مارال بکنه. لحن صدای صمد ملامت آمیز بود. صمد گفت شما دیگه چرا حاجی؟ یعنی اگه اون حرفایی رو که آبجی به مارال زده ماه منیر به آیدین زده بود، اون وقت به همین سادگی کوتاه می اومدین؟ یونس گفت غریبه که نیست، عمشه. یه روز قربون صدقش میره، یه روزم براش پشت چش نازک میکنه. اینقدر سخت نگیر. صمد گفت من اگه کوتاه بیام مارال کوتاه نمیاد. یونس گفت اجازه بده از خودش بپرسم. یونس رو به مارال کرد و با لحن محبت آمیزی پرسید مارال جان، دلم میخواد قلبتو از خشم و کینه خالی کنی و در آرامش کامل جوابمو بدی. اگه تو پیشنهاد آیدین رو قبول نکنی، خیال داره که برای همیشه جلای وطن کنه. اینو باور کن که هیچ وقت نمیتونی جوونی رو پیدا کنی که مثل اون تا این حد در عشق و محبت ثابت قدم باشه. مطمئن باش از اول که با تو بسم الله رو گفت تا آخرم همینطور صاف و صمیمی خواهد بود. مارال در سکوت گوش به سخنانش داد و به محض اینکه او ساکت شد سر بلند کرد و پاسخ داد و گفت یک طرف رخسار دلم از سیلی سختی که از روزگار به خاطر پیروی از هوا و هوس خوردم سرخ شده. فکر میکنم همون یک ضربه کافی باشه. دیگه نمیخوام تجربه تلخ گذشتم رو تکرار کنم و به طرف دیگه اون نیز آسیب برسونم. یونس گفت البته که کافیه، چون این بار از هوای دلت پیروی نمی کنی، بلکه با چشم باز قدم توی این راه میذاری. مارال گفت اتفاقا چون با چشم باز انتخاب میکنم اینو میگم. من در مورد احساس آیدین هیچ شکی ندارم. از شما چه پنهون، با همه تلاش عمه جانم از احساس واقعی اون بیخبر نیستم. به خصوص حالا که دلیل مهربونی تصنعیشو فهمیدم، در گرفتن تصمیمم خیلی مرددم. اشرت نگاهش را پر از شیفتگی کرد و در کوشش برای جلب توجه محبت دختری که تا همین چند ساعت پیش نیازی به محبت او نداشت با صدای گرم و پرطنین گفت عمه به قربونت چرا تردید داری؟ اول یه بوس به من بده، بعد اون دست قشنگتو بیار جلو تا انگشتر رو دستت کنم و پارچه ای رو که خودت انتخاب کردی پیشکشت. لعیا با شیفتگی به مردی که او را روی زانو نشانده بود نگاه می کرد و برای جبران خشکسالی قلب خالی از محبت مادرش نسبت به آن موجود مهربان، باران محبتها را بر سر و رویش می بارید. دست آیدین درون جیب شلوار به روی انگشتری فشرده می شد که سالها در آرزوی آنکه زینت بخش انگشت مارال شود سوخته بود. همان انگشتری که قبل از سفر به بیروت همه آرزوها را به امید نامزدی با مارال به روی نگینهایش نشانده بود و پس از شنیدن جواب رد شبی که عازم سفر بود با حسرت آن را در کشوی میز اتاق خود پنهان ساخته بود. صحنه ای که عشرت برای نشان دادن مهر مادری به وجود آورده بود آیدین را تحت تاثیر قرار داد. ذرات غرور شکسته مادر با هر کلامی که به زبان می آورد در اطراف پراکنده می شد. از اینکه او به خاطر پسرش حاضر شده بود غرور و تکبر ذاتی را کنار بگذارد و به التماس بیفتد خودش را مقصر می دانست. ای کاش آنچه را که اکنون برای به دست آوردن آن تلاش سختی را آغاز کرده بود، آن موقع که نیازی به این تلاش نبود سعی در به دست آوردنش می کرد. قلب و زندگی مارال پر از شکستگی بود و نگاهش پر از خستگی. مبارز خسته‌ای بود که در انتهای رینگ برای اینکه ضربه نهایی او را از پا نیفکند تظاهر به از پا افتادن می کرد. عشرت وظیفه سختی را به عهده داشت و باید در آن واحد
هم برای به دست آوردن دل برادر و هم دل برادرزاده تلاش میکرد. موقعی که از طرف مارال پاسخی نشنید، رو به صمد کرد و گفت: خیالت راحت باشه حاج داداش، دخترتو بد جایی نمیفرستی، روی چشم من جا داره. حالا میبینی که از هیچ خرجی براش کم نمیذارم. من شرایط شما رو نشنیده قبول دارم. همه ی طلا و جواهرات زرگری یونس فدای یک تار موش. بلند شو مارال جان، بلند شو، همین الان با هم بریم بزازی، پارچه ی لباس عروسی تو انتخاب کن، میخوام زودتر برای دوختنش دست به کار بشم. صمد بیان که ابروان گره خورده خود را باز کند گفت: ما که هنوز بله رو نگفتیم که به فکر لباس عروس هستی. عشرت گفت: تو به خواهرت هیچ وقت نگفتی. از همون بچگی حرف زبون ما همیشه با هم یکی بوده، مگه غیر از اینه حاج داداش؟ صمد گفت: غیر از این نبود، اما تو خرابش کردی. عشرت گفت: برای اینکه خواهر نادون تو ببخشی چی کار باید بکنم؟ صمد گفت: بعد از این عاقل باش، بی خود بی گدار به آب نزن. خدا میدونه که اگه خواهرم نبودی و این رفتار رو با من میکردی، تا آخر عمر اسمتو نمی آوردم. اما چی کار کنم که نمیتونم اون وابستگی رو که بین ما وجود داره رو فراموش کنم؟ عشرت گفت: نبایدم فراموش کنی، مگه اون جنگ و جدالای کودکی رو به خاطر نداری؟ هر بار که با هم آشتی میکردیم مهر و محبتمونم بیشتر میشد. یادآوری خاطرات دوران کودکی لبخندی به روی لبان صمد نشاند. از کوچه تنگ فاصله سالها عبور کرد و به روزهایی رسید که با خواهر دوقلویش از چشم اسد و خواهر برادرهای ناکامش که هیچ کدام به دوران شباب نرسیدند پنهان می شدند و در خلوت خاص خودشان به بازی و تفریح می پرداختند. سپس به روی یکایک صفحات تکالیف کودکی خط کشید و به زمان حال برگشت و گفت: چرا؟ به خاطر دارم. حالا از من چی میخوای؟ عشرت گفت: ازت میخوام که به دختر یک دنده و لجبازت بگی که از خر شیطون پیاده بشه. بلرم به همون بگه. قول میدم ملک زنجانو به اضافه 1000 مثقال طلا پشت قبالش بندازم. دیگه چی میخوای؟ اگه کمه بگو. صمد گفت: من اگه بدونم که تو با میل و رغبت و از ته قلب آرزو میکنی که مارال عروست باشه، اونو وادارش میکنم که بله رو بهت بگه. عشرت گفت: معلومه که از ته قلبم این آرزو رو دارم، کی بهتر از دختر برادرم؟ خودم مگه نه این که من از اولم همین آرزو رو داشتم؟ دستتو بیار جلو مارال جان، انقدر ناز نکن عمه. چاه لبریز شده ی غم و غصه در درون قلب صمد ریزش کرد و دلش انباشته از شادی شد. بعد از این میتوانست شبها که سر بر بالین میگذاشت دلش را خالی از اندوه و نامرادی دخترش کند، آسوده خاطر دیدگان را بر هم بگذارد. لعیا دست مادر خود را که هیچ عکس العملی در مقابل خواسته عشرت نشان نمیداد کشید و گفت: مامان جون، چرا نمیذاری عمه عشرت انگشتر رو دستت کنه؟ صمد در تایید گفته نوش افزود و گفت: این پسر به اندازه پسر خودم برام عزیزه، از خدا هم میخوام که دامادم باشه. این بار مارال قصد آن را نداشت که برای رسیدن به چاه عمیق سراب آنقدر به سرعت بدود که با سر به درون آن سرنگون شود. دلش می‌خواست با آرامش قدم بردارد. همین که مطمئن شد آنچه در مقابل دارد سراب نیست و واقعیت است و مسیر راه آینده را روشن کند. آیدین بی‌صبرانه انتظار جواب را می‌کشید. انگشتر گران قیمتی را که 4 سال پیش پس از شنیدن جواب رد خواستگاری از مارال با ناامیدی در کشوی کمد اتاق خود پنهان ساخته بود درون جیب شلوار لمس کرد. این انگشتر در تمام مدت 4 سال به روی دفترچه ای قرار داشت که در صفحه اول آن این غزل حافظ پس از برباد رفتن آرزوهایش به خط آیدین نوشته شده بود: آنچه سعی است
من آنقدر طلبت بنمودم، آنقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. با امید فراوان از جا برخاست و در حالی که به طرف مارال می رفت به مادرش پیش دستی کرد و گفت: صبر کن عزیز، بذار اول من انگشتری رو دست مارال کنم که 4 سال پیش به این امید که اون پیشنهاد ازدواجم رو به پذیره براش خریده بودم. نگاه آیدین در نگاه مارال نشست و محبت عمیق و ریشه داری که با همه بدعهدی او هیچ غباری به رویش ننشسته بود از طریق دیدگانش منعکس ساخت و گفت: قول میدم با محبتم روی زخمهای عمیق دلت مرهم بذارم و شکست گذشتت رو جبران کنم. تو لعیار رو روی چشمم جا بدم و در حق دخترت پدری کنم. این بار مارال تردیدی به خود راه نداد و دست چپ خود را پیش آورد و آن را به طرف آیدین دراز کرد. همه دنیا لبخند شد و به روی لبان آیدین نشست. چطور می شود به این سادگی گلوی ناامیدی و غم را گرفت و آن را از پنجره دل به بیرون پرتاب کرد؟ چطور می شود با یک فریاد، هلهله و شور و شعف در یک چشم به هم زدن، فریاد درد را خفه کند و به روی دیدگان گرد شادی را بپاشد که تا همین چند لحظه پیش ابروان گره خورده سایبانش بود؟ عشرت همانطور که وعده داده بود جشنی برای آنها گرفت که نگاه حسرت زده همه پسران و دختران دم بخت اقوام و دوستان را به دنبال داشت. جواهراتی که در شب عروسی به دست و گردن عروسش آویخت در نوع خود بی نظیر بود. مارال به همسرش قول داد که انگشتر زمردی را که آیدین در موقع بله برون به انگشتش کرده به جبران خراش هایی که با ناخن تیز بیوفایی به قلب او وارد ساخته بود همیشه به انگشت داشته باشد. حسرتی که در شب عروسی غزال به همراه آتش اجاقی که در کنار آن ایستاده بود دل ماران را می سوزاند، اکنون با وزش نسیم خوشبختی سرد می شد. شمارش روزهای سیاه بختی گذشته در شمارش روزهای خوش آینده از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کرد. با وجود اصرار بیش از حد ماه منیر برای نگهداری از لعیا، مارال با این پیشنهاد موافقت نکرد و او را با خود به خانه بخت برد و طیبه نیز برای نگهداری از نوه ارباب به آن خانه نقل مکان کرد. یونس که به خوبی می دانست صمد و ماه منیر طاقت دوری از لعیا را ندارند، خانه ای را که یکی از همسایگان آنها می فروختند و دقیقاً به سبک و اسلوب منزل حاج صمد بود به عنوان هدیه عروسی برای آنها خرید و این در عوض 4 دیواری کوچکی بود که یاشار با همه وعده های خود نتوانسته بود برای زنش اجاره کند. عشرت به جبران نامهربانی های گذشته بیش از حد به او محبت می کرد و مارال که تلخی خاطره آزارهای افخم هنوز دلش را می آزرد، بر شیرینی محبتش نسبت به او می افزود. اکنون که دیگر فشار نامهربانی ها بر وجود آیدین شلاق نمی زد، دل لعیا از محبتی گرم می شد که از بد و تولد از آن بی بهره بود. بالاخره در پاییز سال 1325، قائله دموکرات ها با فعالیت ها و راضی کردن روس ها به عدم پشتیبانی از آنان به پایان رسید و ارتش زنجان و سپس آذربایجان را تصرف کرد و پیشه‌وری و غیره فراری شدند. ماه منیر و حاج صمد با شنیدن خبر پایانی دموکرات ها تصمیم گرفتند به آنجا بازگردند. مارال و هوریه که هر دو باردار بودند تمایلی به این بازگشت از خود نشان ندادند، اما طغرل به همراه پدر و مادر و قیبلی عازم زنجان شدند. مردم در خیابانها و در مقابل سربازان ارتشی با ساز و دهل مشغول رقص و پایکوبی بودند. مهاجمان فرار کرده و خانه خالی از سکونت بود
ولی مخروبه و غیر قابل استفاده به نظر می رسید. از اتومبیل شیک و آخرین مدل که باعث فخر و مباهات هاش سمد بود، اثری به چشم نمی خورد. او در انتظار شنیدن صدای سم و شیهه اسبانش بود، ولی هرچه گوشها را تیز کرد، به غیر از صدای وزوز مگزهای مزاحم صدایی به گوشش نمی رسید. به محض گشودن در حیات طویله، بوی تعفن و زباله های محوطه نظافت نشده مشامش را آزرد. تنها اثر باقی مانده از حیوانات اهلی که در استبل نگهداری می شدند، پرهای کنده شده مرغ و جوجه ها بود. اتاقهای خالی از اساسیه نفیس با دیوارهای ترک خورده و آینه های شکسته تالار بزرگ به عوض جای پای خاطره ها جای چکمه های مهاجمان به روی زنگ فرش هایش نقش بسته بود. ماه منیر طاقت نیاورد و به گریه افتاد. دلش به اندازه همه آینه های تالار خانه شکسته بود. ای کاش در موقع گریز آنقدر با عجله خانه را ترک نمی کرد و لااقل یک دسته از تار گیسوان دختر ناکام خود را که در زیر گلدان نقره‌ای تاخچه پنهان ساخته بود و همراهش می برد. اکنون دیگر هیچ یادگاری از جیران باقی نمانده بود. نه تار گیسو، نه عکس و نه دست خط و نوشته‌ای. چهره صمد درست به اندازه همان روز خاک سپاری جیران در گورستان پرچین و شکن بود و قامتش خمیده به نظر می رسید. طغرل زیر بازوی مادر را گرفت و گفت اینجا ایستادن فایده ای نداره، بهتره فعلا به خونه خاله ماه طلعت بریم و اونجا استراحت کنیم.